سلام و درود به شما عزیزان. ماجرای ازدواج اول محمود قربانی با دختری جوان به نام شهین شهیدی و دلیل جداییش. محمود قربانی چه زمانی با گوگوش آشنا شد و چرا همسر اولش رو طلاق داد؟ اخیراً ویدیویی هم منتشر شده از رفتار رها اعتمادی با گوگوش که بسیاری از مخاطبان بهش واکنش نشون دادن و گفتن رفتار درستی نبود که در ادامه ویدیو خواهیم دید. اما قبلش در مورد خانم شهین شهیدی که از هیچ چیز خبر نداشت و بعد از چند ماه عقد به یک باره محمود قربانی ازش جدا شد. قبل از هر چیز از لایک شما عزیزان بسیار متشکرم. برای عضو شدن در کانال لطفاً روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش کلیک کنید. خیلی ممنونم. آقای محمود قربانی گفته 24 سالم بود که عاشق شدم. عاشق دختری به نام شهین که بسیار زیبا بود. پدرشم ملاک بزرگی بود. تمام زمین‌های قلهک مال اونا بود. اونا از شازده‌های قاجار بودن و خیلی پولدار. خیلی خوشحال بودم و هر شب هم با خانومم بودم. شبا وقتی در دبل او سیون و کابار میامی بودیم با خانومم می رقصیدیم. همه توجه ها به من و شهین بود، چون من و خانومم در کنار هم خیلی خوب می رقصیدیم. بزرگترین خواننده های دنیا می اومدن در کابار میامی و دبل او سیون. یه شب یه خواننده ایتالیایی دعوت کرده بودیم و داشت می خوند. اون شب خانومم شهین و دوستاشو دعوت کرده بودم و نشسته بودن. وسط اجرا رفتم به دفترم یه سری بزنم که یه دفعه یه آقایی گفت میشه با دختر من برقصی؟ خیلی علاقه داره. منم دیدم یه دختر کوچولو موچولو هست و سنشم زیاد نیست. با خودم گفتم خانومم ممکنه ناراحت بشه، اما بالاخره تو رو دروایسی قرار گرفتم و قبول کردم. یه آهنگ باهاش رقصیدم و واقعاً کارش خوب بود. پا به پای من رقصید. البته در ادامه ویدیو بهتون میگم که این دختر کی بود. چند دقیقه بعد اون دختر جوون گفت تانگو هم بلدی برقصی؟ منم گفتم آره و یک بار دیگه با هم رقصیدیم. همونجا دیدم دختره هی دست منو فشار میده. آهنگ تموم شد. طبق مردونگیم حتی صندلی خانم رو هم براش گرفتم و نشست و منم خدافظی کردم و رفتم. خلاصه این رفت و آمدها ادامه داشت. اینا هر شب می اومدن کاباره من. یکی از این شبا همون آقا اومد به من اصرار کرد که بیا بریم به یکی از کاباره هایی که نزدیک اینجاست. گفتم من اینجا تو کاباره خودم خیلی کار دارم، نمیرسم بیام. گفت باید بیای. خیلی اصرار کرد و بالاخره رفتم. با دوستم کامبیز میر جهانگیری رفتیم اون کاباره. در قسمت مردونه نشستیم. شماعی‌زاده هم داشت ساز میزد. یه دفعه اعلام کردن گوگوش داره میاد. وقتی اومد رو صحنه فهمیدم اون دختر بچه که باهاش میرقصیدم گوگوشه. شروع به خوندن کرد. وقتی که برنامهش تموم شد من اومدم کاباره میامی، چون خیلی کار داشتم. گوگوش و پدرش هم همون شب اومدن کاباره من. هر شب می اومدن. کار به جایی رسید که یه شب دختری که باهاشون می اومد و اسمش هم مهناز بود یه قلب به من داد. وقتی قلب رو وا کردم دیدم یه عکس من این ور قلبه و عکس گوگوش هم اون سمت قلب. خلاصه نام پراکنی بین من و گوگوش بیشتر شد و عشق و عاشقیمون شروع شد. متاسفانه من دل شهین رو شکوندم. شهین شهیدی که عقدش کرده بودم و ولش کردم و رفتم با این دختر بچه که گوگوش بود ازدواج کردم و چه عروسی هم براش گرفتم. هنوزم که هنوزه از خودم نمیگذرم. همش از خودم میپرسم چرا دل شهین رو شکوندم. آقای قربانی در کتاب خودش در مورد جداییش از شهین شهیدی صحبت کرده. اونجا نوشته گوگوش از من پرسید با خانومت که عقدش کردی چی کار میکنی؟ گفتم طلاقش میدم. گوگوش گفت به همین سادگی؟
گفتم آره. گوگوش نی رو در لیوان کافه گلاسه میچرخوند و قیافه متعجب به خودش میگرفت. پرسید هنوز به خونه بخت نیومده؟ گفتم تو چرا ناراحتی؟ گفت من نگرانتم. گوگوش رو در روی من نشسته بود و بلوز یقه اسکی کرم رنگ بر تن داشت. موهاشم دم اسبی بسته بود. از همیشه زیباتر و شادابتر به نظر می رسید. به طرف پدرش صابر آتشین که اون سمت میز کافتریا نشسته بود نگاه کردم و گفتم خودم درستش می کنم. صابر آتشین در تمام ملاقاتهای من و گوگوش حضور داشت و لحظه ای از دخترش چشم بر نمی داشت. او گفت تصمیم با خود شماست محمود خان. هر چه زودتر وضع روشن بشه بهتره. این رفت و آمدهای ما با توجه به شرایط شما و زن عقد کردتون نه به صلاح شماست نه به صلاح گوگوش. روزنامه ها رو که می دونید منتظرن شایعه سازی کنن. محمود قربانی در پاسخ گفت خودم درستش می کنم. من تصمیممو گرفتم. فقط یک هفته وقت می خوام. گوگوش با شیطنت حرف قربانی رو قطع کرد و گفت من که اصلا راضی نیستم. محمود ابرو در هم کشید. گفت از چی؟ از تصمیم من؟ گوگوش گفت نه از این یک هفته مهلتی که میخوای. صابر قهقه خندید. ای دختر بی حیا. چند شب بعد ملاقات محمود قربانی و شهین شهیدی. بهانه های عجیب محمود برای جدایی. شهین گفت لباس عروسی رسید. درست همون چیزی که میخواستم. شهین مثل بچه ها ذوق زده بود. ظرف میوه پوسکنده رو به دست محمود داد و گفت خیلی دلم میخواد ببینیش. اما مامانم میگه اگه داماد قبل از شب عروسی لباس عروس رو ببینه شگون نداره. محمود لبخند تلخی زد. دیشب هرچی زنگ زدم چرا خونه نبودی شهین؟ شهین با لبخند گفت بهت گفته بودم که میریم بولینک عبدو بازی کنیم. محمود با عصبانیت گفت با کی رفته بودی که تا ساعت 12 شب اونجا بودی؟ شهین با خنده گفت با سوسن و کامران و دوستاشون. آخه اولش من باختم، بعد با سوسن تیم شدیم و زدیم پدر پسرا رو در آوردیم. محمود به یک باره پیش دستی رو روی میز کوبید و گفت تو غلط کردی بی اجازه من رفتی. شهین شوکه شده محمود این رفتار یعنی چی؟ تو که همه اینا رو میشناسی. محمود قربانی از جا بلند شد و صداش اوج گرفت. لیاقت تو همین بنگی ها هستن. بهتره به جای من با یکی از همین هیپیای معتاد ازدواج کنی. قربانی با عصبانیت به طرف در خروجی خانه رفت و رابطه خودش با شهین شهیدی رو به طور کامل قطع کرد. اما رفتار رها اعتمادی با گوگوش. به تازگی ویدیویی منتشر شده که رها اعتمادی به تندی و با عصبانیت از صندلی بلند میشه و اون مکان رو ترک میکنه. خیلی از کاربران فضای مجازی این رفتار رو درست ندونستن و گفتن در شأن گوگوش نبود. محمود قربانی هم در مورد این صحنه صحبت کرده و به شدت به رها اعتمادی تاخته و گفته تو فقط برای سوء استفاده از گوگوش باهاش هستی. نظر شما چیه؟ لطفاً در قسمت کامنت ها بنویسید. از لایک و محبت شما عزیزان بی نهایت متشکرم و اگه هنوز عضو کانال نیستید خیلی لطف بزرگی می کنید اگر با کلیک کردن روی لوگوی منحرفان شریف که در تصویر مشاهده می کنید عضو کانال بشید. مراقب خودتون باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.